بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. رویترز نوشت کانادا مقامات ارشد ایران را با تحریم‌های جدید هدف قرار داده است. کانادا روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید مرتبط با ایران را علیه 7 نفر که اوتاوا آنها را متهم به دست داشتن در فعالیت‌هایی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند اعمال کرد. سایت جنوبی لبنان نوشت سناتور جیم بریش رئیس جمهوری خواهان کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن نسبت به اقدامات رژیم ایران در لبنان برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داد و گفت در بحبوحه نامسامانی لبنان ابهام در سیاست دولت در قبال رژیم ایران به حزب الله کمک می‌کند. ما می‌توانیم و باید برای قطع شریان مالی حزب الله و متحدانش کارهای بیشتری انجام دهیم. سایت شمس پرس عراق نوشت اعتراف آخوند خاتمی به افزایش آمار کشته‌های پلیس به دست مردم خشمگین. آخوند احمد خاتمی یکی از اعضای شورای خبرگان رژیم ایران به افزایش آمار کشته‌های پلیس به دست مردم خشمگین اعتراف کرد. روزنامه العرب لندن نوشت توسعه طلبی ایران وارد مرحله جدیدی شده است که حداقل میتوان آن را به دشمنی بیشتر به همراه تلاش برای تحمیل یک واقعیت در منطقه توصیف نمود. ایران خصومت خود را با اطراف خود افزایش خواهد داد. به نظر می رسد که این کشور چاره‌ای جز این نداشته باشد.